چرا رانندگان کامیون اعتصاب می کنند؟ پس از چند ماه سکوت نسبی، مجدداً رانندگان کامیون به صحنه اعتصاب بازگشتند. مشکل رانندگان چیست؟ به گفته رانندگان، در حال حاضر هر راننده در ماه 2 تا 3 تردد برای حمل کالا دارد و بابت هر تردد چیزی کمتر از 2 میلیون تومان دریافت می کند. یعنی یک راننده در سال در بهترین وضعیت حداکثر 30 تردد دارد و دستمزد دریافتیش تقریباً 50 میلیون تومان می شود. با این حساب که چنین عددی البته یک وضعیت ایدئال اما غیر ممکن است، چرا که همیشه چنین بازار کاری وجود ندارد، همیشه دستمزدها یکسان نیست، همیشه خودرو مخارجش یکسان نیست. اما با این همه، اگر هزینه سوخت، لاستیک و قطعه و دیگر هزینه‌های جانبی سالانه رقمی معادل تقریباً 30 میلیون تومان باشد و نه بیشتر، و آن 30 میلیون تومان را از 50 میلیون تومان فرضی کم کنیم، مبلغی که سالانه برای یک کامیوندار باقی می‌ماند، خرج در رفته حداکثر 20 میلیون تومان خواهد بود. یعنی ماهانه 1,600,000 تومان که 3 برابر زیر خط فقر حکومتی و 6 برابر زیر خط فقر واقعی است. البته به شرطی که راننده مطلقاً مریض نشود، کامیون حتی یک روز نخوابد، هیچ ترددی به هیچ علتی منتفی نشود، هیچ پاسدار و مأموری هیچ رشوه‌ای اضافه بر روال معمول نگیرد و همه چیز بر وفق مراد کامیوندار باشد. اما رانندهی که برای کامیوندار کار می کند، سهمش از آن 1,600,000 تومان هم کیفن کمتر است و باید آن را با مالک کامیون تقسیم کند و به این صورت به زیر خط فلاکت سقوط کند. با این حساب، اعتصاب کمترین کاری است که رانندگان کامیون می کنند.